هر آموزش قبلی با ابزار هیلینگ براش به صورت مختصر و حالا در حد متوسط آشنا شدیم. میخواییم این راجع به ابزار استامپ صحبت کنیم. خب ابزار هیلینگ براش یک حالت اثبات و خود هیلینگ رو داشت که کاری که انجام میداد اثبات میومد به صورت نقطه‌ای روتوش رو انجام میداد، یعنی از محیط اطراف میگرفت و کار رو انجام میداد. من یک از لایه کپی بگیرم. ابزار هیلینگ براش کاری که انجام میداد اجازه میداد که به ما خودمون سورس رو انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی که آلت رو نگه داریم، یک جا رو مشخص کنیم، بر اساس اون قسمت مبنای کار ما باشه. مثلا فرض کنیم برای اینجا من میتونم چنین کاری رو انجام بدم یا برای قسمت های دیگه. حالا میخوایم از استامپ استفاده کنیم. کلید میان برو استامپ اس هستش. نکته دیگه هم بگم، اگر موستون به این صورت دیده شد، یعنی با بزرگ و کوچیک کردن، یعنی موس من بزرگه ولی دیده نمیشه، با بزرگ یا کوچیک کردن کارتون این اتفاق نیفتاد و دیده نشد، کافی کپسلاک رو خاموش یا روشن کنین. موقعی که کپسلاک روشنه شکل آیکون به صورت پریسایز یا دقیق دیده میشه. خب استامپ چه کاری انجام میده؟ استامپ دقیقاً و عیناً از یک منطقه کپی میگیره روی منطقه دیگه. خب به خاطر اینکه بهتون نشون بدم از یه قسمت واضح‌تر استفاده میکنم. مثلا من میخوام عیناً این قسمت رو کپی کنم. نگاهین چه اتفاقی میفته. حالا عیناً همین قسمت رو میخوام جای دیگه کپی کنم. میخوام ببینید. خب اتفاقی که افتاد، قشنگ لایه من اینجا کپی شد، یعنی هیچ تأثیری نداشت. ولی اگر از هیلینگ براش استفاده کنم، این قسمت رو کلیک کنم و بیارم اینجا قرار بدم، ببینین اتفاقی که میفته با رنگهای کار ترکیب میشه. حتی واسه من داخل چشم رو در نظر میگیره، میبینید با کار من ترکیب میشه. خب کاربردهاش کجاست؟ معمولا برای روتوش بیشترین استفاده از هیلینگ براش و مجموعه ابزارهای جی هستش. حالا من اسم کلید میان برش میگم که راحت تره. ولی برای روتوش های غیر از چهره، اشیا، اینها شاید روتوش بهترمون نگاهی اوقات با استامپ باشه. جدای از این که استامپ برای تنظیمات نور و کار دیگه استفاده میشه. خب ما وقتی یک روتوش رو شروع میکنیم، ببینم، خب من فایل قبلی رو ذخیره نکردم. زمانی که ما روتوش رو شروع میکنیم و کار میکنم، خب بزنیم تو این کارها هست، مثلا فرض کنیم توی چنین کاری بخوام کار کنم، یه جاهای استفاده از استامپ شاید بهتر باشه. مثلا فرض کنیم میخوایم این قسمت رو، این سیم ها رو درستش کنیم. آلت رو نگه میدارم و روی کار میارم. اینجا از استامپ استفاده شده. یا جای دیگه که از استامپ استفاده میشه گوشه های کاره، یعنی جاهایی که کنتراست داریم، الزاماً تفاوت رنگ داریم یا لبه داریم. اگر از حالا از هیلینگ براش استفاده، من از هیلینگ براش استفاده کردم، ولی خب با دقت بالا، فرض کنین میخوام یک قسمت از کار رو، بیم بگیم مثلا این قسمت رو میخوایم کار کنیم، اگر از هیلینگ براش استفاده کنم به لبه های کار که میرسم ممکن به یک مشکل خیلی کوچیک بخورم. خب این اتفاق توی استامپ کمتر میفته، یعنی من استامپ رو که انتخاب میکنم اون حالت زمختش رو کامل نگه میداره. البته ورژن های جدید نرم افزار خیلی بهتر کار میکنن و باعث میشن که بازخورد بهتری داشته باشیم. فرض کنیم مثلا مجدد این قسمت رو میخوام، منظورم بگم این تیرگی که از ترکیب اون قسمت تیره و روشن ایجاد میشه توی کار ممکنه مشکل ساز باشه. حالا اگر استامپ باشه
تا جایی که از استامپ دارم استفاده میکنم این اتفاق نمیفته. حالا فضا بیشتر رفت جلو از نمونه خود مشکی استفاده کرد. فرض کنم مثلا از این قسمت بخوام نمونه بگیرم. به این صورت پیش میره. خب همیشه استفاده کردن از این دوتا تنهایی مفهومی نداره. یعنی هر موقع ما از هیلینگ براش استفاده میکنیم معمولا استامپ رو هم کنار کارش داریم. یک گزینه دیگه هم بهتون بگم، ما یک موقع ممکنه تصویرهای متعددی داشته باشیم. فرض کنیم مثلا من این تصویر رو دارم، یک تصویر از نیمرخ رو اگر پیدا کنم خوبه. دو تا تصویر رو بیاریم، دو تا تصویر از روبرو رو بیاریم. خب من تصویرها رو دارم، میخوام یک زمانی از یک تصویر به تصویر دیگه استامپ کنم یا به اصطلاح کار کنم، استفاده کنم. فرض کنیم من چشم ها رو میخوام توی این کار اضافه کنم. اولا میتونم توی یک لایه خالی این کار رو انجام بدم. ما وارد مبحث لایه ها توی این هفته میشیم. توی یک لایه خالی این کار رو انجام بدم، میتونم یک لایه جدید ایجاد کنم، میتونم یک کپی از لایه‌ام بگیرم. به نظر من بهتره که همیشه بعضی از کارها رو توی یک لایه خالی انجام بدین. خب من کپی رو نگه میدارم. البته فرض کنیم که میخوام چشم این شخص رو ببرم روی چهره این. فایل ها یا اندازه ها متفاوته. اولا کاری که انجام میدم آلت رو نگه میدارم، روی چشم کلیک میکنم. خب نمونه من ایجاد شد. فقط اتفاقی که افتاد چون رزولوشن ها با هم یکی نیست، تصویر من خوب مچ نشد. باید این تغییر رو بدم. میتونم یک کاری انجام بدم. اولین روش اینه که چشم رو کپی کنم، اشکال نداره. از کنترل تی استفاده میکنم و سر جاشون اینها رو کپی میکنم. خب میتونم با جابجا، چون لایه جدا بود، میتونم واشن با جابجا کردن، پاک کردن اضافات که خب بعدا راجبش توضیح میدیم، این کار رو انجام بدم. اگر احتیاج به تغییر رنگ بود یا موردهای دیگه اونها رو هم اعمال کنم. پس با استامپ کارهای دیگه ای هم میشه انجام داد. توی مبحث بعدی راجع به کاربردهای پیشرفته استامپ با یک مثال کامل توضیح میدم. خب استامپ چه تنظیماتی داره؟ اولا استامپ انواع قلم های مختلف رو میتونیم داشته باشیم که خب من قلم های سرگرد رو بیشتر توصیه میکنم، ولی میتونیم با گزینه های دیگه هم کار کنین. فرض کنین من از استامپ که استفاده میکنم میتونه به صورت شکل های دیگه هم باشه. توی طراحی ها میتونین از هر ابزاری به صورت خلاقانه استفاده کنین. حالا ما شروع میکنیم با خلاقیت هم کار کردن. تنظیماتی که اینجا داریم رو بعدا توی ابزار براش توضیح کامل رو میدم. همینطور پنل براش ها که با زدن این گزینه باز میشه و کلون سورس که مبحث بعدی آموزشمونه بعد از ابزار ترانسفورم. خب تو قسمت مود هم که گفتیم توضیحات کامل رو بعدن گفته میشه. چون تمام این مطالب به هم مربوطه، اگر جایی گیر کردین و مشکلی داشتین که میتونین حتما بپرسین. دوم این که نگران نباشین، تا پایان دوره تمام مطالب رو یاد میگیرین. خب اوپاسیتی شفافیته. خب ما از استامپ یک استفاده دیگه هم میکنیم، تنظیم سایه ها. ممکنه اصلا کاری رو داشته باشیم احتیاج به روتوش نداشته باشه. این کارا واقعا احتیاج به روتوش نداره. یک کار دیگر من باز کنم. میخوایم سایه های یک جا رو کمتر کنیم. فرض کنیم مثلا این قسمت موها رو میخوایم کمتر کنیم، یا سایه هایی که اینجا قرار داره، یا برقی که اینجا قرار داره. از استامپ استفاده میکنم، آلت رو نگه میدارم، از یک جای دیگه که سالمه کپی میکنم روی کار میارم. حالا اوپاسیتی رو ممکنه کمتر کنم. نگاه کنیم
برق کار حفظ میشه ولی کمتر میشه، یا اینکه سایه هایی که اینجا داریم. البته من اینجا چون هنوز روتوش نکردم، خب ما الزامی نداریم یک کار رو کامل حذف کنیم، یعنی مثلا برق ها رو کامل حذف کنیم. کمتر کردنش شاید بعضی موقع بهتر بشه، یا فرض کنیم ممکنه یه قسمتی خالی چیزی داشته باشیم که باید باشه ولی میخوایم کمتر دیده بشه، میتونیم از این ترفند استفاده کنیم. خب اوپاسیتی با فلو تفاوت هایی داره که بعدا راجعش صحبت میکنیم، فعلا اینجا توضیح نمیدم. گزینه ایلاین رو توی هیلینگ برش توضیح دادم، گفتم زمانی که ما جایی رو انتخاب میکنیم اگر الاین باشه، من هر چقدر هم که کپی کنم همزمان فاصله نشانگرمون تا منطقه‌ای که دارم کار میکنم یکسان خواهد بود، ولی اگر الاین رو فعال نکنم توی تمام مراحل کاریمون اتفاقی که میفته از همون سمپل اولیه نمونه میگیره. توی هیلینگ براش این حالت بیشتر مد نظره، ولی توی استامپ حالت الاین. سمپل کارنت لیر، کارنت انمیلو و آل لیرز رو هم که راجع به صحبت کردیم و توی مثال همون باز مجددن میبینیم. کارنت لیر فقط از لایه فعلی تاثیر میگیره، کارنت انمیلو از لایه فعلی و زیرینش، آل لیرز هم از تمام لایه ها، چون ما بعدا زمانی میرسه که تمام قسمت های لایه ها ممکنه جدا بشه.